داستان هیجان بخش، سرگیج‌آور، لبریز از ماجرا، نفرت، خون و عشق. چهره‌ی پرشور و جذاب سینما، نسرین. ویکتوریا در شخصیت نو و در ماجرای نوین. بیک ماندردی، مردی در پی خون. مهدی رئیس فیروز. پیشوایان. بابی سیمار، هنرمند ارزنده سینما ایران در نقشی گیج کننده. جدید و نیرومند از ساموئل خاتیکیان، محصول استودیو میساقیه. پدیدآوران حادثه بزرگ، مردانی وحشی و تشنه خون که از میان تمام سپاس اسیانگر را برگزیدند. و این است اسیان آنان. و اسیان آنان شما را به اوج التهاب و هیجان می‌کشد. بکشه! پیام مرگ و وحشت خدا بر مادای خانه دور افتاده می گسترن و رویای شیرین خانواده را به کابوسی حراسناک بدل می کنن. اطراف خونه رو محاصره کردن، اگه بریم بیرون می کشنشون. پس فترت بالاخره کار خودت کردی؟ شما فقط یه راه نجات داریم، انتحار کنیم. قبل از این که من کشته بشم همه تون رو نابود می کنن. لازم نیست خودتونو معرفی کنیم، چون جریان قتل از رادیو شنیدم. تو خونه من چیکار میکنی؟ مردی که تو این اتاق افتاده یه افریت جهنمی، اما برای من خیلی قیمت داره. تلفن کن حریفش بیاد، بلا برات گرون تموم میشه. تو میدونی که من از این تهدیدا نمیترسم؟ آره میدونم. جاری ساختن خون باشد سلاح آنها و در پیش بردن مقاصد اهریمنیشان موثر میافتند، ولی در طوفان حوادثی که خنده های مرگ در هر سو موج میزند، دختری خردسال با به خطر افتادن جان خود آرزوها و اندیشه های این شیاطین را نقش بر آب میسازد. بابا جون، بابا جون نو و فضای جدید برای ایجاد دلهوره و هیجان و خنده و شادمانی. سبک نوین در کار فیلمساز بزرگ سینمای ایران ساموئل خاتیکیان، با فیلمبرداری تحسین‌آمیز نصرت‌الله کنی. اسیان، با اسیانگریتان بوتیمار. تا تکلیف پولا معلوم نشه کسی زنده بیرون نمیره. با شرکت آذر حکمتیار، با هنر بیمانند بیک ایماندری. فروهر، نرسی، روشن زمیر، وزیری، آنیک و با معرفی چهار چشم جدید موفق، فرشید فرزند، فرخنده، مینا،
ناهید و با هنرمندی آرمان. بکش ده، بکش راحتم کن ده، بکش بستن پاسفت را بکش. محسن اثری داغ و التهاب آور، محصولی از گروه سینماهای متحد تهران. محسن به زودی در این سینما. خب حالا کجا میخواید بریم با هم؟ مثل اینکه زنگ داری من رو شدن ولش کن بی بریم زن کن بچم مریضه. بخند خانم بخند، گریه که فایده ای نداره. ولی گمان نمی کنم خنده شما به سر گریه من باشه.
مهری تازگی ها خیلی وقت به ناهنگار بیمنی میذارم. چرا دفعه خودت تمرین نمی کنی؟ اتفاقا اینا بهتره. از که تالا علاقه من به این آهنگای سبب شد از روز که مهاجرتم با هرمز رفتری که اینجوری به هم دادم اشتباه میکنی مهدی. من هرمز خوب میشناسم، او یک جوان به تمام معنا با اراده و روحیه پاک. چرا به خود رابطه تو باش به هم زدی؟ برای اینکه روحیش عالی و احساساتش پاک. مهدی که این حرفا رو به جا داده؟ همش تقصیر مادرسونه که انقدر بروسش کرده. دیشب کجا بودی؟ اول اینکه از خواهر بپرسی بگو خود رفت سالا کجا بودی؟ تمرین تاس داشتم. از این حرکات دست برداشت رو. خدا بیامرز پدر تنبل تو پول خرج کرده تا تو برای خود یک مهندس شدی. اون وقت به جای این شغل آبرومند میری دنبال کارهای بیمنی؟ این شغل آبرومند تر از خدمتی به جامعه نیست مادر. درسته که من مهندس شدم، اما کشور ما از این مهندس ها زیاد داره. من تصمیم گرفتم مهندسی خودم رو روی افکار جامعه در راه سعادت اونها به کار بیاندازم. هیچ کس نمیتونه رخنه ای در تصمیمم بکنه. اما تو کوچیکتر از اونایی که حرفای منو به زمین بندازی. دختر عمود باید حالا اینجا به انتظار سرکار نشسته باشه، اون وقت آقا پی تمرین چهار نشون باشن. من اینکه فعلا خیال ازدواج ندارم. عجب، آقا میل ندارم با یک دختر ثروتمند که اضافه خاطر خاطر عروسی کنم. ثروت و دارایی زن برای من ارزشی نداره. قلب زنی که باید ثروتمند باشه. دیروز کاری نکن که از عشق پدر محرومت کنم ها. اختیار رفت خودتون. اقلن زب کنی تا بند بیاد. نه محاله، من مجبورم برم. مجبور؟ نمی فهمم. نبایدم بفهمی. ایک کس نمی فهمه چطور ممکنه حرفای زن کسی رو باور کرد. دلگیر نشی، منظورم این نبود. قیافه شما نمونه یک رویای وحشتناکیه. چشمهای شما پر از اشکه. زنی که گریه کنه ابدا پست نیست. پست اونهایی هستند که باعث تأثیر معنی خدمت به جامعه که اینقدر سنگش به سینه میزنی. اینه بیرون مادر، بیچاره از دست به جمعه به ما پناه آورد. زدامان نیست دلش کن. بیچاره؟ اونم بیچاره ای که تانسته شد توی خیابنا بلو. خب مردم هم دنبالش میفتن. یه نوزی در اینجا بارو جون. اونه من جنگ زنان حجایی نیست.
کودک عزیزم، این همه تخیه زندگی در راه تو، آینده تو مثل من بیروتار نباشه. این روز شاید هیچ کس پیده حقایق زندگی مادرت نبره. تنها توی سایش بربخت رو خواهی شنا. ولی تنها فرزند توی سایشه، منم پی به زندگی شما میبرم. تعجب نداره، اولا در رو هیچ وقت باز نداریم، ثانیان شیر آوردم که به وقتی بدیم. بگیر. چه بچه ضعیفی، احتیاج به معالجه داریم. چه بچه به واسه تو خیسته؟ بیبی نداریم، شما خودتونم خیست، اتاقتونم سرده. آقای دکتر تشریف دارن؟ زود باش عجله کن، مگه چی شده؟ هیچی باز تو بالا سر یه مریض. آخه تو که میدونی من هنوز دیپلم دکتریمو نگرفتم. برای کمک به املاک حتما نباید دیپلم داشته باشی، همینم کافیه. فعل عجله کن هرمو. پس صبر کن، من الان میام. Thank you.
نتیجه وفای بهد و مردانگیش این بود؟ یعنی خدا تو رو میبخشه افشار؟ این افشار چیه اینقدر اسمشون میاد؟ آیشه ظاهر تو حکایت از غم و رنج فراوان چه؟ آیشه بگو از افرنج از بچه دید دیگه من اصلا بچگی وجود نداشت چون از مهر مادری محروم بودم اصلا مادر ندیدم مولد من شیرا نزدیک خرابه های تخت جمشید بود شیرا شهر گل و بلبل ولی افسوس در زندگی بیچاره بود ولی دارای سرمایه بزرگی بود که من بودم می گفتم بی نهایت زیبا و صدای دلربای داشتم و من در فقر و بیچارگی بزرگ شدم پدرم به انگار فرصت برای استفاده از این ثروت خدادادی روزشماری میکرد و اتفاقا موفق شد من نصیب جوانی به اسم افشار شدم که از ارث پدری ثروت انگشتی داشت و از تهران برای انجام امور شخصی به شیراز آمده بود روزهای اول عروسی زندگی با سعادت و خوشی داشتم افشار بیش از حد به من علاقه نشون میداد و منو غرق در جواهر و زینت کرده بود
بله، افسار منو قرق جواهر زینت کرده بود، ولی من قافل بودم که این همه مهربانی و افسار فقط برای یک منظور بود، تحریک سعادت دختر همسایه منیر که قبلا به ازدواج با افسار راضی نشده بود. Thank you.
کردم که افراد رفت رفته اخلاقش عوض می شود. علائم ناراحتی از چهره هویدا بود. مرد پسفتر تو شکایت نکردی آیشه؟ آیا شکایتم تأثیری داشت؟ بین من و منیر از زمین تا آسمون فرق بود. من یتیم و بیکس بودم، در حالی که او از خانواده بزرگ به شمار می‌رفت. طولی نکشید کفش‌ها رو منیر رسماً ازدواج کردن و من بدبخت تقریبا کلفت منزل شدم. راستی آیشه حالش شده؟ افشار هنوز که خوابه، اصلا چند روزه که خیلی ناراحته. آقای بهتوش آشنا بشید، از دوستان قدیمی منه. خوشبختم. منیر، این بهروش چی بود؟ اوه، هیچی، میخواستم بدونم. البته که هم دیگر میشناسیم. جوون بی خطریه. درست نقطه مقابل عایشه. خیلی بی خطر. تهمت منیر، چون این به قلبم فرو رفت. خواستم از خودم دفاع کنیم. میترسیم.
خواهشه. چرا در مهمانی دیروز چشتت نکردی؟ بالا چی کار میکردی؟ چرا جواب نمیدی؟ اگه کسالتی داری؟ مثل اینکه ناراحتی؟ نفشت طوری نشده. چرا رنگ رو تو باختی؟ دوست از پایه خودشم میترد افشار نفت قهقاتو نگاه کن. دفاع نکرد، کسی حرفامو باور نکرد و من بیگناه رو در گوشه زندان جای دادم. من همایه تسلی خاطرم شنیدن صدای جگرگوشم بود. بعد از آزاد شدن و مخصوصا وجود تفلم منو از فکر انتقام منصرف کرد. تصمیم گرفتم جان خود را فدای یگان تفلم کنم. ولی بدبختی چون سرایه دنبال من بود در این خونه هم راحتی نداشتم. چشمان شهوت بار پسر ارباب آنی مرا راحت نمی‌ساخت.
قضیه آفتابی شد. همه منو مقصر میدونستن. از اونجام بیرونم کردن. از همه جا و همه چیز مجید شده بودن. برای سلامتی طفلم به هر دری میزدن. ولی جواب مثبتی آیدم نمیشد. ناچار به منجراب تختی داخل شدم. اما کافه چیه دیده حتی یک شاهی به من پول نداد. تا قبل از مرگ تفلم تن به همه چیز میدادم. برای سعادت خوشبختی از هیچ فداکاری مزایده نداشتم. اما حالا که وجود نداره فکر میکنم که منم أشهد أن لا إله إلا الله. اشتباه میکنی آیشی. تنها تو نیستی که چرخه زندگی رو برای ادامه حیات تنگ میبینی. تو هنوز جوانی. از این پس باید زندگی جدیدی رو آغاز کنی. باید در مقابل ناملاکستانی که سبب بدبختی به انحراف تو شدن مبارزه کنید و از اون اتقام بگید. بیدار شو آیشی، بیدار شو.
باید انتقام بگیری. انتقام از کسانی که تو رو بدبخت کردن. بیدار شو به گذشته تاریک نگاه کن. گذشته تاریک. گذشته تاریک. یه موقعش بود یا من یا شوهره مقصوده طاقت دیگه پاش نشده باید روش گره امروز نزدیک بود افشار ما رو رسوا بکن یواشتر حرف بزن ممکن افشار بشنوه آخه تا کی باید مثل دوست دستهای ترسید اونی کارشو تموم کن شوهر دین اواخر به کلی عوض شده چند وقت بعد آورده پشت سر هم تو قمار میبازه دید شده با همش مست میکنه مثل این که مهمون آمد هوا سفیشی بودی بردن کارشو تموم کن مونی همه خیال میکنم خود کشی کرده این کار برای من خیلی ناجواره ولی این کار نکن روشی که تو این دو سال پیش گرفتی این ناجوارتر از اینه میخوایی که من جنایت کنم؟ چه جنایتی از این بالاتر به چند ماه دیگه صاحب جدی بشی اما شبیه افشار نباشه
وسیله داره. اما یکی کافیه. اگه درست به هدف بزنی. مثل اینکه برای هفتی اومد خیال کردم مهمون ها نرفتن. با این حرکت امروز خیال میکنی که اینجا بمونه؟ اتفاقا میخوام راجع به همین موضوع با صحبت کنم. از چند وقت پیش همچین خیالی داشتم ولی خاموش بودم چون بهت علاقه داشتم. من تو رو میپرستیدم و برای سعادت تو از هیچ چیز دریغ نداشتم. هستی و جان خودم رو در پای تو ریختم و هیچ چیز مزایده نکردم تا در مقابل در حالی که نه تنها جسم و روح تو متعلق به من نبود بلکه وجود من تشیزی برای تو ارزش نداشت. آره منیر، حتی از اساسی این اتاق، از این اشیاء بیرون، از این پرده ها نیز کم ارزشتر بود. اون لاغل اونها پناهگاه خوبی برای عشاق تو بودن، در صورتی که من تنها تو رو دوست داشتم و به خاطر تو بود دختر معصوم و بیگناه و بدبخت چقدر رنج کشیدم و حالا همه فکر میکنم که جون دارم. ولی خیر مونی، من جونه نیستم، حالا هم دوستت دارم و تنها مرهم درد هام تویی. اقلن بگو، بگو که من در اشتباه هم حرف بزن. جواب منو بده، مواظب حرفت باش. حقیقت گفتن مبادرت نمیخواد. از حالا که اینطوره اشتباه نکردی افشار. راست شو بخوای من اصلا از تو متنفرم، هیچ وقت تو رو دوست نداشته و ندارم. تنها به خاطر انتقام حاضر به ازدواج باش برای به نان و برآوردن من از قویترین نقطه ضعف زنها استفاده کردی. تو با غرق آیشه به طلا و جواهر حس حسادت مرا تحریک کردی و مرا اسیر نمودی. منم تصمیم گرفتم هر دو تو بر بین ببرم. من بودم که تو سنگین به سر ریختم و من خیال میکردم مقصر آیشه بود. خیال نمیکردی افشار، ثروت پدرم چشم انصاف سکور کرده بود. نه، من تو رو دوست داشتم. خیلی زبون درازی میکنی خانم، مثل این که کسی پشتیبان تو و این کس به توشه. نه اونی، دست های من هنوز به خون کسی آلوده شده. ولی جلو نه افشار، همیشه آرزو میکردم از دست تو خلاص بشم و حالا برای تأمین نظرم کافی است که این ماشه رو فشار بدن. بواسه باش مونیر، اصلا انگوش روی ماشه شاهد قتل و گواه قاتله. عجب، حیات در دام سه از حدود این زن تو رو مرد کرده بود. متاسفم آقای افشار، ولی این زن شماست که منو با وعده های خود سرگرد کرده بود. بهروز، به این زودی حمله کنی؟ بنشینید آقای بهروز.
بنشینید پهلوی دلداره. خیلی دلم شور میزد، خواستم تلفن کنم. اغلاحت کنید. لطف داری، متشکرم. اتفاقا خواب خوبی میبینم. این حقیقت دکتر، خواب عجیبیه. باشه بعد برات میگم. گوش دادین؟ آقای دکتر باور نداره که دارم خواب میبینم. آه، یه لرزیده شوش. در حالی که چند دقیقه قبل منو جرأت میدادی. جرأت؟ داراییمو میخواستی به کسی بدخشی که جرأت نداشت از تو دفاع کنه. منو ببخشید آقای افشار، قسم میخورم که دیگه پامو تو این خونه ندارم، ولی چطور از این خرابه ها فرار میکنی؟ نه بهروش، توبه گرد مرده. بذار این نمایش تموم بشه. صدای پا میاد، مواظب باش افشار. اشتباه میکنید خانوم، این انعکاس صدای افریت مرگه. نه افشار، این صدای انتقامه. آشه، خدایا خواب میبینم. نه افشار، حقیقته، مثل حقیقت وجود دو نفر خائن. اصله در دستت و موهای سرت که سفید شده. از هر فرق میترسی افشار؟ کافی دایشه. حالا خوب میتونم بین یک زن پست و یک زن نجیب و مقدس فرق بذارم. ولی افسوس که دیره، تو هر دو رو از دست دادی. فقط یکی رو آیشه. اون که برایم وجود داشت مرد و اون که مرده بود زنده شد. من مقصرم آیشه، منو ببخش. هنوز هم راه برای زندگی ما بازه، این بار با خوشبختی. عقب برو افشار، من برای جدای خوشبختی اینجا نیومدم. خوشبختی من دیروز در زیر خاک مدفون شد. تا دیروز من سعادت داشتم، زیرا مادر بودم. گذشته رو فراموش کرد و به آینده طفلم نمیگذاشتم. همه چیز، حتی ناموس شرفم رو قربانی اون کردم. ولی با مرگ طفلم فکر انتقام در من زنده شد. انتقام بود که میتونست مرهمه برای دردان باشه. انتقام از کسانی که سبب بدبختی من شدن. برای گرفتن انتقام اسلحه نداشتم، اما مطمئن بودم که پیروز میشم، چون بیگناه بودم. حق داری آیش، تنبیهی سختر از حرفات نیست. وجود من حالا چون خاکی زیر پای توست. اگر انتقامی بالاتر از این هست بگیر. نرو، بیا گذشته رو فراموش کنیم. خوشبختی در انتظار ما. آب رفته رو بجوید، نمیشه برگردون در شاه. آنشه خونی.
صدای من خیر طوری نشده. الان از خواب بیدار شدم. گوش کن تعریف کنم. از این شوخه دست بردار. مونیر حالش داره. مونیر خوبه، خوابیده، راحت و آسوده، خوابیده. ولی گوش کن، تو خواب گوش میدی، تلخ، خواب شیرین، خواب حقیقت. شوخی نمی کنم، خواب دیدم. معلوم شد زنی که در شب حادثه در منزل افشار رفته همسر سابق وی عایشه بود. دیروز این همون زنیه که دوستش داشتی؟ بله، ولی غیر ممکنه. من ثابت میکنم که عایشه بیگناه. بله آقایان قضات محترم، عایشه بیگناه. عایشه جنایتکار نیست. جنایتکار واقعی محیط فاسد ما. گناهکار واقعی کسانی هستند همسال عایشه ها را با هزاران نیده و تدبیر از زندگی آرام و آبرومندانهشان به منجلاب بدبختی و بدنامی میکشانند، در حالی که خودشان در اعمال پست و ناشایست غوطه‌ورند. Thank you.
الحمدلله بیگناهی آیشه را هم که تو دادگاه ثابت کرد. دیگه چرا انقدر گرفتی؟ درست برمون ما یه دادگاه دیگم تو منزلمونیم. باز دو مسئله با مادرم مثلی دعوام شد. نمیدونم به اونها چطور بفهمونم آیشه چه زن پاکیه. به من تا چه اندازه بهش علاقمند هستم. روز صبح خواستم آیشه رو ببرم منزل. ما مادرم بهش ناسزا گفت و با خشونت از منزل بیرونش کرد. حتی منم تهدید کرد که از ارث پدری محرومت میکنم. حالا عایشه کجاست؟ فعلا تو مهمونخونه یک اتاق براش گرفتم. به سخت مریضه. در هر صورت اون رفتار مادر و خواهرم کوچکترین اثری در علاقم نسبت به عایشه نخواهد کرد. سیروز میدونم سختی که آدم از محبت مادر محروم بشه، اما فراموش نکن که از طرف دیگه دعای خیر عایشه که اون هم مادر بوده همراه توه. من هم مثل تو به پاکی و اطمینان دارم و اگه واقعا بهش علاقه داری از ارث پدری چشم بپوش و با هم از این محیط دور شی. مثلا بریم شیراز مولودگاه عایشه. کارم که برای تو جوان تحصیل کرده قهر حالا کجا مخوای بریم؟ پیش عایشه. اتفاقا بد نگفتی، پیشنهاد خوبی. تو برو، منم الان کارم انجام میدم میام.
شراب. نصف شبه، چرا به منزل نمیری؟ اجالتاً سرتون میچرخه، بعد خودتونم میچرخید. برو پیکارت آقای گارسون. Thank you.
خیز در این وقت شب در آغوش یک مرد خفتباد به این هم یک زن بیگناه پای ما شده و قربانی اجتماع یک هرجایی و گرسنی که برای حفظ ناموسش پناهگاهی می‌جست زنی که بیشتر مادر آشی این زن زرف به خاطر کجا قایمش کردی ها؟ نه مادر قایمش نکردم مادر دختر خانواده آبرومند که عوض جشن ناموس خودشو به باد میده دختر شرافتمندی که امروز تو با شما متحد شده عایشه بدبخت رو از خونه بیرون کرد بیرون عایشه خانم او بی تقصیره گناهش اینه که جوان مرده او تصفیت داشت که هر زن محروم و فقیر پست و منحرف نیست دیروز اشتباه نکرده بود من زن پرسی نیستم بلند خواهش منحرف و پس اونهایی هستن کمسال شماها رو به بدبختی میکشن کسی که در مبارزه زندگی پیروز میشه هرگز زانو نمیزنه که خوب پرده ها باز شد و حقیقت تل افتتون آشکار گرد بزرگترین پیروزی ما بوده
قول میدم که تو رو گول نزنم. مادر مادر جان، هر که
شادی نکنه غم بخوره دلش میسوزه میکنه می مثل آفتاب روشنه می بخور غم رو بده به دشمنه میکنه می مثل آفتاب روشنه می بخور غم رو بده به دشمنه بچه ها دست بزنه می بخور این دنیا رو روزنه شادی نکنه غم بخور بای دلش میسوزه می بخوریم مست بکنیم دنیا دو روزه هر که شادی نکنه غم بخوره دل می بخوریم مست بکنیم دنیا دو روزه هر که شادی نکنه غم بخوره دل می‌سوزه یارم و دل زواسته شد خون میریزه به روی گل نم نم بارون دل آسمون چو قلب من گرفته میچکد چشم ما اشک فراوون بازار شبی باز سرارم دل بسته به گیزوی تو دارم بنشین که دمی با دیده تا بر دامن تو سر بگذارم دونه دونه اشک غم از چشم درم ریزد ریزد لال و گوهر در دامان ریزد همچون قطره باران بهاران آمدن دل بر موی تو دارم شبی همچون گی نیومد یارم و دل زواسته شد میریزه به روی گل نم نم بارون دل آسمون چو قلب من گرفته میچکد ز چشم ما اشک فراوون بازا که شبی با تو سرارم دل بسته بگی سوی تو دارم بشین که دمی با دیده سر بر دامن تو سر بگذارم جونم هم باشم های یه رخ دردم هم باشم باشم دیده Come on.
چه حرف باری تونی بیش خودی